کالبدهای دردمند فربه کالبد دردمند بعضی از افراد بسیار فربه است بنابراین هرگز به خواب نمی روند آنها هنگامی که می خندن از پس خندهشان عصبیت پیداست لازم نیست روانشناس باشی تا عصبیت آنها را تشخیص بدهی عصبیت آنها در پس خندهشان پنهان شده است و منتظر فرصتی است تا پرده خنده را کنار بزند و خود را نشان بدهد عصبیت آنها منتظر کسی است که به او توهین کند یا از او انتقاد کند کالبد دردمند عاطفی آنها هرگز سیر نمی شود. نیاز ایگوی آنها به دشمن همواره پابرجاست. آنها روی مسائل بی اهمیت انگوش می گذارن و از کاه کوه می سازند تا دیگران را به واکنش وادارند. هنگامی که دیگران واکنش نشان می دهن، وارد قصه آنها می شوند. بعضی ها ندانسته به دام کالبد دردمند دیگران می افتن و وارد دعوایی کشدار و ملالاور می شوند. یک رویداد یک رویداد است اما واکنش ما به آن رویداد چیزی دیگر است. کالبد دردمند عاطفی متوجه این تفاوت نیست. کالبد دردمند عاطفی از واکنش ها به رویدادها رنج میبرد و رنج خود را معلول رویدادهای خارجی تلقی می کند. به نظر کسانی که به کالبد دردمند عاطفی گرفتارند عامل بدبختی همواره در بیرون از آنهاست در اشیا در آدمها در ها، در شرایط محیطی و اجتماعی و تاریخی در سرنوشت آنها حتی از این نکته بیخبرند که دارن رنج میبرند و بسیار ناشادند. آنها حتی از هستی خیش نیز بیخبرند و متوجه بودن خود نیستند. گاهی افرادی با ایگویی فربه وارد فعالیت های مبارزاتی می شوند و رهبری گروهی را نیز به عهده می گیرند. این افراد حتی اگر آرمانی نیکو نیز داشته باشند باز دشمن تراشند و دوست دارند دیگران را بر علیه خود بشورانند. انرژی منفی کالبد دردمند اینها خصومت میآفریند و از این خصومت نیز تغذیه می کنند. کالبد دردمند تفریحات سالم و رسانه ها اگر از سیاره دیگر به زمین آمده بودی تعجب می کردی از اینکه ساکنان زمین پول می دهند تا شاهد کشت و کشتار آدم ها به دست یک دیگر باشند. چرا فیلم های پر از خون و خشونت این همه تماشاگر دارد؟ صنعتی بزرگ به وجود آمده است که کار آن تولید خوراک برای ایگوی آدم هاست. بدیهی است ای این فیلم ها را تماشا می کنند زیرا دوست دارند ناراحت شوند. این چیز در درون آدمها که خشونت را تقدیس می کند و آن را می خواهد. بی تردید این چیز همان کالبد دردمند عاطفی است. بخش عمده صنعت تفریح و سرگرمی مشغول تولید همین فیلم های مبتزل است. چه به صورت بازی های تلویزیونی چه به صورت فیلم های سینمایی. کالبدهای دردمنداند که سناریوی این فیلم ها را می نویسد و آنها را تولید می کنند. کالبدهای های دردمند ناآگاه نیز به طرف سینماها ها حجوم میبرند و به تماشای این فیلم ها می نشینن. آیا به تصویر کشیدن خشونت بر پرده سینماها یا صفحه تلویزیون اشتباه است؟ آیا تمامی این خشونت ها به مصرف کالبد دردمند عاطفی می رسد؟ در عصر ما که عصر تکامل بشر است خشونت فراگیر شده و رو به افزایش است. اگر فیلمی بتواند نشان دهد که خشونت چه بلایی بر سر خود آدم خشن و نیز بر سر قربانی خشونت می آورد، فیلم خوبی محسوب می شود. بدیهیز که چنین فیلمی می تواند در بیداری انسان از خواب نادانی نقشی اساسی ایفا کند. چنین فیلمهایی های آینه ای می شوند تا آدمها جنون خیش را در آن ببینند. آنچه در آدم دیوانه دیوانگی را تشخیص می دهد دیگر دیوانه نیست، بلکه پایان دیوانگی و آغاز دانایی و بصیرتی معنوی است. بعضی از بهترین فیلم های ضد جنگ و ضد خشونت فیلم هایی هستند که به جای تقدیس جنگ و خشونت واقعیت جنگ و خشونت را نشان میدهند. کالبود کالبد دردمند عاطفی فقط می از فیلم هایی تغذیه کند که در آنها خشونت و جنگ تقدیس شده و به عنوان اعمالی حماسی و قهرمانی به نمایش گذاشته می شود. بیشتر نشریه های پرفروش در واقع فروشنده عواطف و احساسات منفی هن. یعنی فروشنده غذا برای کالبد دردمند عاطفی. رسانه ها برای جا انداختن و حفظ خود ظاهرا چاره ای ندارن جز آنکه خبرهای منفی بپراکنند. آنها با همین خبر پراکنی های منفی است که ایگوی خوانندگانشان را فربتر و بدینسان خود را حفظ می کنند. هرچه خبرهای تلویزیون منفی تر باشد مجری آن خبر را پر هیجانتر اعلام می کنند. هیجانات منفی از طریق همین رسانه ها شیو می یابد. کالبوت های دردمند عاطفی شیفته و خریدار پراپاقرص این برنامه ها هستند. کالبد دردمند جمعی زنان کالبد دردمند جمعی ابعاد گوناگونی دارد همه قبایل ملت ها و نژادها ها کالبد دردمند جمعی خود را دارند کالبد دردمند جمعی بعضی ها فر بتر از دیگری است البته همه اعضای یک قبیله یا یک ملت یا یک نژاد به میزانی متفاوت در کالبد دردمند جمعیشان سهیمند تقریبا تمامی زنان از کالبد دردمند جمعی زنان سهمی دارند این کالبد معمولا در دوران قاعدگی فعال می شود. در این زمان زنها از احساسات منفی سرشار می شوند. سرکوب و تحقیر زنان به ویژه در 2000 سال گذشته سبب شده است تا ایگو بر روان بشری سلطه پیدا کند. زنها هم ایگو دارند، اما ایگو در مردان راحت تر فربه می شود. ساحت فکر و احساس مردانه مرتع سرسبزی برای چرای ایگو است. زنها کمتر از مردها به هویت ذهنی از خود تکیه می کنند. زنها بیشتر از مردها با شعور باطنی خیش در تماسند یعنی زنها شهودیتر تر از مردها هستند ساختار زنها منعطفتر از ساختار مردهاست زنها نسبت به زندگی حساسیت بیشتری دارند و به روی زندگی گشوده ترند زنها با طبیعت هماهنگ ترند اگر توازن میان انرژی زنانه و مردانه در آدمی به هم نریخته بود رشد نفسانیت یا ایگو بسیار کند میشد از تعداد جنگ ها کاسته میشد و ما اینچنین از خود بیگانه نمیشدیم طی یک دوره 300 ساله دادگاه تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک روم حدود 5 میلیون زن را به جرم ارتکاب به سر و نیز به جرم خروج از دین وحشیانه شکنجه کرد و سپس کشت. آن روزها اگر زنی به حیوانات علاقه نشان میداد تنها در دشتها تفرج می کرد و یا به جمعآوری گیاهان جنگلی می پرداخت بیدرنگ متهم می شد که ساهره است. آنگاه او را می و شکنجه می کردند و می کشتند. هنگامی که زن بودن جرم محسوب میشد این جرم پنهان شد و بشر یکی از ابعاد دوگانه وجودی خیش را انکار کرد آری از هنگامی که زن سرکوب و تحقیر شد مرد نیز نیمی از وجود خود را از دست داد ادیان دیگر از جمله یهودیت و بوداییسم نیز زن را تحقیر کردند و زن بودن را جرم و گناه تلقی کردند زن جز مایملک مرد تلقی شد و جایگاهش به سطح ماشین جوجهکشی تنظل تنزل پیدا کرد آنگاه مردانی که ساحت زنانه خیش را انکار می کردن ها را به دست گرفتند و فرمان راندند. بدینسان جهان تعادل خود را از دست داد. دنیای بی تعادل، دنیای دیوانه دیوانه بود. در این دنیای دیوانه دیوانه بود که جنون و جنگ و خشونت زاده شد. چه کسی ترس از جنس معنس را ایجاد کرده بود؟ چه کسی این پارانویای مزمن را ایجاد کرده بود؟ بدیهی است که مردان چنین ترس بیمارگونه ای را ایجاد کرده بودند. البته تمدنهای باستانی پیش از مسیحیت مانند سومری ها، مصری ها به زنان بسیار احترام میگذاشتند و هرگز از جنس معنس حراسی نداشتند. چه عاملی باعث شد که ناگهان مردان از زنان بترسند و احساس کنند از طرف زنان و زنانگی تهدید می شود. این عامل چیزی نبود مگر ایگو یا نفسانیت مردان. ایگو میدانست که تنها در هیئت مردان می تواند بر سیاره ی زمین حک فرمایی کند. بنابراین باید قدرت زنانه از بین میرفت. ایگو نمی توانست خود را به راحتی در زنها مستقر سازد. برای استقرار ایگو ساحت مردانه مناسب تر بود. ما اکنون در زمانه ای زندگی می کنیم که در آن سرکوب زنانه نهادینه شده است. سرکوب و تحقیر زنان زخمی عاطفی بر کالبد عاطفی آنها ایجاد کرده است. این زخم کالبد زنان را دردمند کرده است. این زخم بخشی از کالبد دردمند عاطفی زنان شده است. البته علاوه بر این زخم باید درد هزاران ساله زایمان، تجاوز، بردگی و شکنجه را نیز یادآور شویم. این دردها به تدریج روی هم تلمبار شدن و کالبد دردمند جمعی زنان را شکل دادند. اما اکنون همه چیز در حال دگرگونی است. این دگرگونی فزاینده است و هر روز سرعتی بیشتر می‌یابد. بسیاری از آدمها از خواب قفلت بیدار شدند. ایگو یا نفس به تدریج سلطه تمام خود بر ذهن آدمی را از دست می‌دهد. از آنجا که ایگو هرگز نتوانسته است در زنها ریشه ای عمیق بدواند شتاب بیداری زنان بیشتر است کالبوت های دردمند ملی و نژادی بی تردید کشورهایی که با خشونت های اجتماعی بیشتر مواجهند کالبد دردمند عاطفی فربهتر و سنگین تری دارند به همین دلیل ملت هایی که تاریخ طولانی تر دارند و با حوادث ترخ بیشتری روبرو بودند کالبوت های دردمندتری دارند کشورهای جوان مانند کانادا، استرالیا و یا کشورهای مانند سوئیس که از جنون و خشونت همسایه های خود در امان بودند، کالبد دردمند سبکتری دارند. البته در این کشورها نیز تک تک افراد دارای کالبد عاطفی دردمند هستند. مهم نیست که چه میزان از کالبد دردمند عاطفی تو به ملت یا نجاد تو مربوط می شود و چه میزان به تو. در هر حال فقط زمانی می توانی از این کالبد دردمن خلاص شوی که مسئولیت وجود آن در خیشتن را شخصا به عهده بگیری. گرچه راحت تر است که مسئولیت وجود آن در خیشتن را به عهده دیگری بگذاری و تقصیر را متوجه دیگری کنی. اما تا زمانی که دیگری و دیگران را مقصر میدانی به کالبد دردمند عاطفی خود قضا می دهی و آن را فربهتر می کنی. برای تمام شرارت های بشری فقط یک مقصر وجود دارد و آن هم جهالت و نادانی اگر این نکته را بفهمی به ساحت بخشش حقیقی وارد شده ای. در ساحت بخشش حقیقی تو دیگر خود را قربانی نمی پنداری. هنگامی که هویت قربانی بودن و مزدوم بودن تو از بین می رود، حقیقت تو پدیدار می شود. حقیقت تو حضور هوشیارانه تو در لحظه ی حال است. اکنون به جای سرزنش کردن ظلمت شمی برمی افروزی. ظلمت را اگر نتوان به تمامی زدود، می توان به اندازه روشنی شمی از شدت آن کاست. آنگاه که شمعی روشن می شود ظلمت می شکند. اکنون اگر به سراغ زندگی می روی، برایش چراغی می بری. چراغ روشن حضور و هوشیاری خیش را. رهایی رهایی از کالبد دردمند عاطفی مستلزم آگاهی نسبت به وجود آن در خیش است. برای رهایی از کالبد دردمند عاطفی حضور و هوشیاری نیز لازم است. حضور و هوشیاری برای اینکه به محض فعال شدن این جریان سنگین انرژی عاطفی منفی متوجه آن بشوی و آن را مشاهده کنی هنگامی که کالبد دردمند عاطفی خود را مشاهده می کنی او دیگر نمیتواند خود را به جای تو معرفی کند هوشیاری و حضور آگاهانه تو در لحظه اکنون هویت سرشته شده از کالبد دردمند عاطفی تو را فانی می سازد. هنگامی که با کالبد دردمند عاطفی همزاد پنداری نمی کنی او دیگر نمی تواند زمام فکرهای تو را در دست بگیرد و به همین دلیل نمی تواند از فکرهای تو تغذیه کند. شاید از بین بردن یک باره کالبود دردمند عاطفی کمی دشوار باشد. اما اگر برای یک بار هم که شده به گسلی رشته ارتباطی آن را با فکرهای خود توان کالبد دردمند تحلیل می رود. حالا دیگر فکرهای تو را احساسات تو آشفته نمی کنند. و لحظه ی حال تو را گذشته ی سپری شده به یغما نمیبرد. آنگاه انرژی گرفتار در کالبد دردمند عاطفی رها می شود و به حضور تبدیل می شود. بدینسان کالبد دردمند عاطفی به سوختی برای حضور و هوشیاری تبدیل می شود. به همین دلیل است که بسیاری از فرزانگان و بیداران عالم نیز زمانی گرفتار کالبد دردمند عاطفی خود بودند و توانستن آن را به حضور و هوشیاری تبدیل کنند. تو هرگز نمیتوانی حالت ذهنی و عاطفی خود را زیر لفافه ظاهر گفتار و اعمال خود پنهان کنی. حالت ذهنی و عاطفی تو خیلی زود لو می رود. هر فردی دارای حوزه ی انرژی ویژه است. این حوزه ی انرژی از او ساطع می شود. این حوزه ی انرژی توسط دیگران احساس می شود. مردم حوزه ی انرژی افراد را احساس می کنند و متناسب با آن واکنش نشان می دهند. گرچه ممکن است مردم ندانند که چه چیزی را احساس می کنند اما در هر حال آن را احساس می کنند بعضی از آدم ها و در نخستین برخورد به سرعت متوجه حوزه و نوع انرژی مخاطب خود می شود. حتی پیش از آنکه گفتگوی میان آنها در گرفته باشد گرچه پس از این برخورد نخست واژه ها پا می کنند و به دنبال واژه ها نقش ها آیند و بازی می شوند سپس توجه به ذهن معطوف می شود هنگامی که توجه به ذهن معطوف می شود از قدرت احساس انرژی افراد کاسته می شود. هنگامی که میدانی کالبد دردمند عاطفی به دنبال درد بیشتر می گردد یعنی حوادث قنبار بیشتری را می طلبد، آنگاه متوجه می که بسیاری از تصادفات جاده از رانندگانی موجب شدند که کالبد دردمند عاطفیشان درست پیش از تصادف فعال شده است. هنگامی که دو راننده با کالبوت های دردمند فعال سر به هم می رسند احتمال تصادف آنها به شدت اوج می گیرد. آن دو بیان که خود بدانند هر دو تصادف را میخواهند. بسیاری از دعواهای خونین توسط همین آدمهای معمولی صورت میگیرد. آنها دچار جنون آنی میشوند و ناخودآگاه مرتکب اعمال خشونت بار میشوند. در بسیاری از دادگاه ها وکیل مدافع اعلام می کند که موکل من حین ارتکاب جرم خودش نبوده است. متهم نیز اعلام می کند که من نمیدانستم چه میکنم. بدیهی است که انگام ارتکاب جرم کالبد دردمند عاطفی متهم فعال بوده است و متهم خودش نبوده است اما هیچ وکیل مدافعی تا کنون این نکته را گوش زد نکرده است در واقع متهم مرتکب جرم نشده است بلکه کالبد دردمند عاطفی او مرتکب جرم شده است البته نکته بالا هم نسبی است یعنی همه چیز با سیر تکاملی عالم همسوس و نمیتواند همسو نباشد حتی جهل آدمی و رنج خواسته از این جهل نیز در تکامل عالم نقشی ایفا می کنند. هنگامی که نمی توانی رنج خواسته از جهل خود را تا بیاوری بیدار می شوی. بنابراین در چشمندازی فراختر می بینیم که کالبد دردمند عاطفی نیز نقشی ایفا می کند. نقشی که اگر نباشد منظره زندگی ناقص می شود. حضور زنی میان سال برای مشاوره خصوصی به دیدارم آمد. هنگام سلام و احوال پرسی توانستم دردی را ببینم که در پس نقاب خنده ساختگیش پنهان شده بود. هنگامی که قصه زندگیش را برایم تعریف کرد دیدم که خندهش محو شد و دردی که پشت آن خنده پنهان شده بود هویدا شد. بی اختیار زد زیر گریه. گفت که احساس تنهایی و ناخورسندی می کند. هم می ترسید و هم دردمند بود. متوجه شدم که در کودکی از پدری خشن آزاری بسیار دیده است. شرایط زندگی کنونیش چندان بد نبود. پس بدیهی است که درد او ناشی از شرایط کنونی زندگیش نبود او در کالبد دردمند عاطفی خود دردی شدید داشت او از دریچه کالبد دردمند خیش به زندگی کنونی خود نگاه میکرد. کرد. کالبد دردمند او زندگی کنونی او را تفسیر و تعبیر می کرد. او هنوز نمی ارتباط میان فکرهای خود و دردهای آتفیش را تشخیص بدهد. او از فکرها و عواطف خیش برای خود هویتی ساخته بود. او نمیدید که کالبد دردمند خود را با فکرهای خود تغذیه می کند. به عبارت دیگر او تابوت هویتی دردمند را به دوش هم می کرد. او تا حدودی دریافته بود که دردهایش در خود او ریشه دارند. او آماده بیداری بود و به همین دلیل به دیدن من آمده بود. من توجه او را به درونش معطوف کردم و از او خواستم که بدون صافی تعبیر و تفسیرهای کالبد دردمند عاطفی خود فکرهایش را مشاهده کند. از او خواستم موقتا قصه اندوهبار زندگی خود را کنار بگذارد. به او گفتم تو با قصه قنبار زندگیت فکرهای خود را فیلتر شده میبینی. فعلا این فیلتر را کنار بگذار. او میخواست راه برون شد از احساس بدبختی را نشانش بدهم. دوباره از او خواستم دقایقی فراموش کند کالبد دردمند عاطفی خیش را. همانی را که احساس بدبختی میکند. با اکراه پذیرفت. گریست. هنگام گریستن بدنش میلرزید. به او گفتم در این لحظه این تنها چیزی است که تو واقعا احساس می کنی. این احساس واقعی توست و کاریش هم نمی شود کرد. اگر بخواهی احساس تو در این لحظه چیزی دیگر باشد در واقع دردی به دردهای کنونی خود اضافه می کنی. اکنون به جای اینکه بخواهی این لحظه به گونه دیگر باشد این لحظه را همینطور که هست پذیرا باش. بپذیر که احساس تو در این لحظه همین است که هست. آیا اکنون پذیرای احساس خود در این لحظه هستی؟ لحظه هایی در سکوت گذشت. ناگهان بیتاب شد. گویی میخواست همچون فنری فشرده از جا بپرد. با عصبانیت گفت نه نمیخواهم بپذیرم احساسی را که در این لحظه دارم. من چنین احساسی را نمیخواهم. پرسیدم این کیست که دارد این ها را میزند؟ تو یا کالبد درمند عاطفی تو؟ احساس غم تو از اینکه بدبخت هستی لایه دیگر از بدبختی توست. بدبختی را حفظ کن اما احساس غم و اندوه نسبت به بدبختی خود را کنار بگذار آنگاه خواهی دید که بدبختی تو چیزی جز همین ناراحتی از احساس غم و اندوه نبوده است برای کنار گذاشتن احساس غم و اندوه لازم نیست کاری بکنی فقط احساسات خیش را مشاهده کن و آنها را همانطور که هستند بپذیر اگر غمگین بودند تو را ناراحت نکنند برای غمهای تو چه پیش میآید اگر بدبخت بودند برایت مهم نباشد بدبختی معنایش را از دست می دهد. ای کاش این نکته را بفهمی. کمی گیج شده بود. چند دقیقه سکوت کرد و فکر کرد و سپس در حالی که چهرش و حوزه انرژیش دگرگون شده بود گفت عجیب است. اگرچه هنوز غمگینم اما فضایی پروسعت را پیرامون غم خیش مشاهده می کنم. این فضای پروسعت که غم مرا نیز در برگرفته است موجب می شود غمم کوچک و کم اهمیت جلوه کند. او فضای پروسعت پیرامون احساس خیش را مشاهده کرده بود. همین فضا او را از احساساتش جدا می کرد و همزاد پنداری او با احساساتش را زایل می ساخت. بدیهیست این فضا هنگامی ایجاد می شود که در این لحظه پذیرای هر آنچه باشی که در لحظه ی حال تجربه می کنی. سکوت کردم و او را با تجربه تازهش تنها گذاشتم. او متوجه این نکته شده بود که اگر از احساسات و عواطف کهنه خیش هویت نگیرد اگر احساس و عواطفش را مستقیما و بدون تعبیر و تفسیر ذهنی مشاهده کند و اگر در برابر تجربه لحظه ی حال خیش مقاومت نکند دیگر عواطف و احساساتش نمیتواند فکرهای او را در اختیار بگیرند و قصه قنبار با عنوان من بدبخ برای او نقل کنند بود تازهی وارد زندگی او شده بود این بوده تازه هویت شخصی او را پشت سر گذاشته بود. این بود تازه ساحت حضور بود. از آنجا که نمیتوان بدون قصه من بدبخت احساس بدبختی کرد، بدبختی او با کنار گذاشتن قصه من بدبخت به پایان رسیده بود. این آغازی بود برای پایان کالبد دردمند عاطفی او. احساسات و عواطف غمبار به خودی خود بدبختی نیستند. احساسات و عواطف غمبار هنگامی که با قصه من بدبخت گرده هم می آین، آنگاه من احساس می کنم که بدبختم. هنگامی که خداحافظی می کردیم شادمان بودم از اینکه شاهد وقوع شکوه پروسعت حضور در فردی دیگر بودم. در زم من شاهد محف شدن کالبد دردمندی نیز بودم بی آنکه با آن جنگیده باشم. آن کالبد دردمند همچون سایهی با تابیدن نور آگاهی محف شده بود. آگاهی همین و بس. ما تنها به این دلیل در سیمای انسانی ظاهر شده ایم که بود هوشیاری کل را به این جهان امور جزوی بیاوریم. به تعبیر محیدین ابن عربی شیخ اکبر عرفان اسلامی انسان انسان العین جهان است. یعنی انسان مردمک چشم جهان است. جهان با انسان است که خود را می در زبان عربی انسان یعنی مردمک چشم. آن زن رفت. پس از رفتن آن زن بلافاصله دوستی به دیدنم آمد. آن دوست به محض وارد شدن به اتاقم گفت آه چه انرژی تیرو سنگینی در این اتاق است بگذار پنجره ها را باز کنم اینجا چه خبر بوده است حالم به هم میخورد کمی اود روشن کن گفتم پیش از آمدن تو زنی اینجا بود او کالبد دردمند عاطفی خود را همینجا رها کرد و رفت این که میبینی انرژی منفی کالبد دردمند عاطفی اوست که در هواست گرچه دوستم تا تحمل آن هوا را نداشت بنابراین گذاشت و رفت پنجره ها را باز کردم. آنگاه به رستورانی هندی در همان نزدیکی ها رفتم. آنچه در آن رستوران رخ داد تایید می کرد که کالبوت های دردمند عاطفی به هم مربوطن و بر یکدیگر اثر میگذارند. کالبوت های دردمند عاطفی از هم مجزا نیستند. درک و دریافت این نکته مرا تکان داد.